بنا به گزارش یک بنیاد مروج آزادی بیان در نیکاراگوئه، از آغاز بحران سیاسی در آن کشور در بیش از یک سال و نیم گذشته بیش از 300 خبرنگار به خصوص زنان هدف آزار و اذیت مقامهای دولتی قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در برگردان گزارش دالیانا اوکانیا، خبرنگار صدای آمریکا از پایتخت نیکاراگوئه. به گفته بنیاد ویولتا چامورو، از آغاز رویارویی بین نیروهای دولتی و معترضان در نیکاراگوئه بیش از 300 خبرنگار مورد فشار، ارعاب و آزار و اذیت قرار گرفتند. زنان بیشتر در خطرند. برخی از رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک برای تهدید علیه زنان استفاده می‌کنند. با زنان تماس می‌گیرند و آنها را تروریست می‌نامند، اهانت و تهدید به مرگ می‌کنند. گزارش همچنین می‌گوید مقام‌های دولتی تلاش می‌کنند برای بی‌اعتبار ساختن گزارش‌های زنان خبرنگار، آنها را بدنام کنند. جرالدین دومینگز خبرنگاری در نیکاراگوئه است. نمیتوان حقیقت را نگفت. مردم احمق نیستند، میدانند چه میگذرد. برای یک خبرنگار چشم بستن به حقیقت فرار از مسئولیت است. ماریا ترزا بلندیون میگوید از 14 ماه گذشته که بحران سیاسی اجتماعی آغاز شد، مقام‌های دولتی با خبرنگاران زن بدرفتاری کردند. مقام های دولتی اغلب با اظهارات اهانت‌آمیز مرد سالارانه به خبرنگاران زن بی احترامی می کنند. اما مدیر رادیوی دولتی ادعا می کند فرقی بین خبرنگار زن و مرد نیست و با همه یکسان برخورد می شود. به گفته بنیاد چامورو، از آغاز بحران سیاسی 67 خبرنگار نیکاراگوئه را ترک کردند که 25 نفر از آنها زن بودند.